سلام به صفحه دو، خوش آمدید. چند هفته است که خبر اعدام پشت اعدام منتشر می شود. هفته پیش در مشهد فردی به جرم نوشیدن مشروب الکلی اعدام شد. امروز سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام 3 نفر از معترضان 98 در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش هم 1 نفر به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد. امروز همچنین به گفته سازمان‌های حقوق بشری 2 زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شدند. ما ابتدا قرار بود که در این برنامه به موضوع اعدام به دلیل نوشیدن مشروب الکلی بپردازیم، اما با انتشار خبر چندین اعدام دیگر توسط سخنگوی قوه قضاییه در صبح امروز تصمیم گرفتیم که نگاهی جامع‌تر داشته باشیم به موضوع اعدام و رویکرد جمهوری اسلامی به اعدام از منظر دینی و تأثیرات اعدام بر جامعه. با مهمانانمان حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما هستند، و یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه که از منچستر به ما پیوستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای قاضیان، با شما شروع بکنیم. علت این افزایش اعدام ها به نظر شما چی میتونه باشه؟ باید این اعدام ها رو دستبندی کرد، چون واقعا هم از نظر علت حقوقی و قضایی شاید ممکنه متفاوت باشن، هم علت سیاسی متفاوتی ممکنه داشته باشن و برای همشون شاید نشه حکم یکسانی صادر کرد. مثلا این مورد اعدام به خاطر شرب خمر بیش از 3 بار رو در نظر بگیرید در زندان مشهد. این مورد خب توی قانون مدنی و یعنی در واقع قانون جزای اسلامی هست و قبلا هم اجرا می‌شده، حالا هم داره اجرا میشه، از فقه اسلامی بر اومده و هر قاضی باشه باید اون رو اجرا بکنه. بنابراین اون رو شاید نشه خیلی با این اعدام ها که بیشتر بعد سیاسی داره همراه کرد. ممکنه اینا الان زمانی همزمان شده باشن، ولی لزوماً یک اراده واحد پشتشون نباشه. دلیل عمدهش هم این است که ما از این نوع از اراده های واحد مرکزی در جمهوری اسلامی تقریبا باید صرف نظر کنیم، چون معمولاً چنین چیزی وجود نداره معمولاً. اما در مورد اعدام های سیاسی موضوع به نظرم متفاوته. در اینجا با 2 تا موضوع متفاوت روبرو هستیم. یکی مربوط به منطقه کردستان که روال قبلیش داره ادامه پیدا میکنه، فقط همونطور که گفتم همزمان شده با 2 نوع اعدام دیگه، یکی در مشهد و یکی در مورد اون احکام 3 جوان در اصفهان. در مورد اون 3 نفر در اصفهان موضوع خیلی فرق داره با بقیه، به دلیل اینکه این در واقع یک نوع ارعاب، یک نوع به اصطلاح دادن هشدار به دیگران که اگر در آینده هم اتفاقاتی نظیر آبان رخ بده، ما سرکوب رو به همین شیوه در خیابان و در دادگاه ادامه میدیم. اگر در خیابان موفق نشیم به اندازه 2300 نفر یا نمیدونم چند هزار نفر شما رو بکشیم، روزی پاتون به دادگاه میرسه و در اونجا ما حکم اعدام برای شما صادر میکنیم. در واقع یک نوع پیشگیرانگی است نسبت به آینده و احتمال شورش های از این دست که در آبان ماه شاهدش بودیم، و این هشداری است برای اینکه پیشگیری کنه از این وضعیت. در واقع یک نوع پیشگیری امنیتی شاید به شمار بره. آقای میردامادی، همونطور که آقای قاضیان هم اشاره کردند، شاید احکام و احکام مربوط به این اعدام ها با هم متفاوت باشه. ابتدا از این آخرین احکام شروع بکنیم. بسیاری از این احکام به اتهام افساد فی الارض و محاربه محکوم به اعدام شدند این افراد. اساسا محاربه یعنی چه و در این پرونده ها چه چیزی باعث شده که قاضی حکم محاربه صادر کنه؟ محاربه از نظر فقهی موقعی است که فرد اسلحه در دستشه و مردم رو امنیتشون رو سلب میکنه. مثلا یعنی کسی که یاغی است، مثلا کسی که در قدیم راهزنی بسیار رایج بوده و به طور طبیعی قانونی که علیه اونها وجود داشته قانون خیلی سختگیرانه‌ای بوده و این معنی محاربه است. ولی در مورد این 3 جوانی که محکوم شدن به اعدام، اون مقداری که اطلاعات بیرون آمده، خب اینا اسلحه نداشتن و به ادعای خودشون هم در تخریب‌ها دستی نداشتن. اما اصلا ما فرض بگیریم که به تعبیر طلبگی شبهه رو قوی میگیریم، فرض میگیریم که
اینها میتونن محکوم بشن به محاربه، به فرض محال. بازم لزوماً از نظر فقهی محاربه حکمش اعدام نیست، بلکه میتونه تبعید یا نفی بلد هم باشه، به ویژه اگر کسی محکوم محاربه بشه اما کسی رو نکشته باشه، از نظر فقهی حکمش تبعیده، نفی بلده و حکمش اعدام نیست. بر این اساس، حتی بر اساس ملاک های سنتی فقه اسلامی، صرف نظر از اینکه اصلا موافق باشیم با اون ملاک های سنتی یا منتقدشون باشه، معتقد باشیم دورانشون به سر رسیده، صرف نظر از اون، حتی با همون ملاک های سنتی فقه اسلامی هم اینها نمیتونن محارب باشن، و یا اگر محارب هم به فرض محال خوانده بشن حکمشون اعدام نیست و حکمشون تبعیده. بر اساس اینی که بدون اینکه اونها از طرف خودشون وکیلی داشته باشن یا حق دفاع داشته باشن یا دسترسی داشته باشن به یک محاکمه عادلانه، محکوم به اعدام شدن و وکیلشون چند بار مراجعه کرده و گفتن اصلا پرونده‌ای وجود نداره و ناگهان آمده که اینا حکمشون حتی تایید هم شده، اینا کاملا همطور که جناب دکتر قاضیان اشاره کردن کاملا مشخصه که یک سیاست ارعابه که در واقع فقط دین مالی یا فقه مالی میشه، برای اینکه یه ظاهر شرعی به خودش بگیره، برای اینکه به مردم گفته بشه که شما حق اعتراض ندارید. در واقع کاری که اونا کردن اصلا محاربه نیست، اعتراضه. در رابطه با نوشیدن مشروبات الکلی چطور پس؟ دوباره سوالتون رو بگید لطفا. حکم اعدام به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی، آیا اون هم به نظر شما؟ بله، من صدا شما رو درست نشیدم، ولی گمان میکنم در مورد شرب خمر پرسید. بله بله درسته؟ درست، بله، درباره شرب خمر پرسیدم. الو؟ صدای منو دارین آقای میردامادی؟ بله الان بله، گویا در مورد شرب خمر پرسیدید. بله. درسته؟ ببینید، حتی شرب خمر رو هم که جناب دکتر قاضیان اشاره کردن که این چیزی است که در فقه و شاید کمتر سیاسی باشه، ببینید لزوما اینطوری نیست. شاید بد نباشه اشاره کنم که تا حدود 10 سال قبل اجرای اعدام بر اساس شرب خمر بسیار نادر بوده در تاریخ جمهوری اسلامی. حدود 10-15 ساله که شروع کردن به اجرای چنین حکمی در یه تعداد بیشتری. البته این احتمالا وجود داره که 10-15 ساله که حساسیت ها بیشتر شده، اما به هر حال مدیر کل دادگستری استان خراسان حدود 10 سال قبل اعلام کرد که ما دیگر در مورد کسانی که شرب خمر کردن ارفاق نمی کنیم. ببینید، یعنی که اونا را اعدامش میکنیم، در حالی که در قانون مجازات اسلامی چیزی وجود داره به نام قانون درع، در الحدود به شبهات، که گفته میشه مادامی که کوچکترین شبهه‌ای وجود داشته باشه حدود اجرا نمیشه. یعنی کسی که شرب خمر کرده بیا توبه کنه، یا حضور شما عرض کنم قبل از اینی که حد اجرا بشه توبه کنه، یا بعدش توبه کنه، یا حضور شما عرض کنم که شبهه‌ای در اثبات اون پیدا بشه، و این اساس اینی که گفته میشه ما در اجرای حدود ارفاق نمی کنیم، این مطابقه با شرع نیست. از نظر شرعی تا جایی که جا داره نباید حدود اجرا بشود. این نکته اول. و نکته دیگه ای هم که مایلم اشاره کنم این هست که حتی از نظر فقهی هم اجماعی وجود نداره که اگه یک بار، یکی 3 بار شرب خمر کرد و برش شلاق زدن، بار چهارم کشته میشه. به ویژه در فقه اهل سنت کسانی وجود دارن که معتقدن اون حدیث منسوب به پیامبر که کسی 3 بار شراب خورد و شلاق زد این دفعه چهارم کشته میشه، در سند این حدیث تشکیک کردن. برخی هم معتقدن نه، سندش درسته ولی اون حدیث نسخ شده. به این اساس حتی از نظر فقهی هم این مسئله مسلم نیست. اگرم باشه، راههای زیادی از نظر فقهی هست و همچنین در قانون مجازات اسلامی که یک حکمی اجرا نشه. به این اساس اینکه اونا میگن حتما باید اجرا بشه، این کاملا به نظر میاد که سیاسیه و در واقع جامعه رو میخوان در واقع به یک ارعابی بکشون. آقای قاضیان اشاره کردن، آقای میردامادی، به ارعاب. چقدر سیاست اعدام که در 4 دهه اخیر هم شاهدش بودیم در ایجاد ارعاب در جامعه ایران موفق عمل کرده؟ ببینید، یکی از دلایلی که مدافعان حکم اعدام میارن بود به اصطلاح پیشگیرانه و
از این جهته که باعث بشه در آینده این اتفاقات نیفته، یعنی جرمی که مستوجب اعدام بوده دیگه اتفاق نیفته. نمونه خیلی واضحش رو شما در مورد همین مشروبات الکلی میتونید ببینید که چقدر این حکم پیشگیرانه عمل کرده. خب میدونید در همه این سالها هم میزان مصرف یا شدت مصرف الکل در ایران بالا رفته بنا به آمارهای سازمان جهانی بهداشت، همینطور میدونیم که میزان مسمومیت با الکل تقلبی افزایش پیدا کرده که شاید نشانه دیگری از افزایش مصرف مشروبات الکلی است، و همینطور نیروی انتظامی اجازه داده که بخش خصوصی هم درمانگاهی در واقع احداث کنه برای رفع مشکل الکلی است. همه اینا گواهی این هستش که با وجود اینکه سختگیری های زیادی شده، لااقل در این مورد خاص میبینیم که اون سختگیری ها به نتیجه نرسیدن، حتی حکم اعدام. در مورد مسائل سیاسی موضوع متفاوته به نظرم. در جاهای مختلف ممکنه آثار متفاوتی رو بر جا گذاشته باشه. در مورد کردستان چون بخشی از موضوع به خارج از کشور برمیگرده، یعنی نیروهای کرد مبارز که بیرون از ایران قرار دارن، موضوع ممکنه متفاوت باشه، یعنی تأثیرش فرق داشته باشه با اون چیزی که در مورد افرادی که در خیابان ممکنه تظاهرات کنن و اقدامات اعتراضی بکنن داشته باشه. تأثیراتش به نظر من در حد ابتداییش موقته، یعنی برای یک مدت ارعاب ایجاد میکنه، میترسونه مردم رو و اونا ممکنه از دست زدن به عمل فعالانه و مثبت خودداری کنن، یعنی به خودشون بخوان سازمان بدن کاری در این زمینه بکنن، ولی جلوی اقدامات واکنشی رو نمیگیره، چون اقدامات واکنشی مبتنی است بر غلیان احساسات در یک نقطه معین، مثلا مثل اون روزی که قیمت بنزین رو یک بار افزایش دادن، یا اتفاقاتی که در یک فرایندی در دیماه 96 اتفاق افتاد. همه اینها نشانه هایی است از اینکه در جایی که واکنش وجود داشته باشه ما با حرکات جمعی روبرو باشیم و احساسات میداندار اصلی باشن، اونجا دیگه اون وقت اون ارعابی که در گذشته ممکن بوده جلوی عمل مثبت و ایجابی رو بگیره موفق نخواهد بود و اینجا سر باز میکنه اون اعتراضی که ممکنه قبلا تصور میکنیم که منکوب شده و مرعوب شده. به همین علت هم شما میبینید که وقتی روند اعتراضات در این سالهای اخیر دنبال میکنید، میبینید با وجود شدت عملی که مسئولان به خرج دادن هیچ تضمینی وجود نداشته که اتفاقات بعدی بزرگتر نباشه. الان هم حالا هم با توجه به وضعیتی که کرونا در جامعه ایجاد کرده، هم انباشت مجموعه نارضایتی ها و اعتراضات سرکوب شده، باز هم باید انتظار داشت که اتفاقات بعدی بزرگتر باشه و شاید این یکی از دلایلی باشه که نشون میده که چرا مقامات احکام سیاسی امنیتی شدید و غلاظی دارن صادر میکنن برای ارعاب بعدی و اینکه به طور موقت در واقع این زمان اعتراضات رو عقب بندازن و زمان بخرن به اصطلاح. آقای میردامادی، این سیاست ارعاب چقدر بر دینداری تأثیر میگذاره؟ ببینید، منصوب است به امام صادق علیه السلام که هل الدین الا الحب، آیا دین چیزیست جز عشق؟ و خب عشق به اجبار و بخشنامه نمیشه، چه برسه به ارعاب و ترساندن. به طور طبیعی بر دینداری افراد اثر منفی میگذاره، چون دینداری صورت اصیلش مبتنی بر اراده و اختیار عاشقانه است و چون این حرکت هایی همطور که جناب دکتر قاضیان به درستی اشاره کردن در بحث الکل اولش پیشگیری نکرده و مصرف الکل بسیار گسترده است، بخش زیادش هم برمیگرده به مشکلات بسیار زیاد اقتصادی که افراد دارن و دنبال یک گریزگاهی میگردن که از حجم عظیم مشکلات اقتصادی که برشون بار شده رهایی موقت پیدا کنن، گاهی به مواد مخدر رو میارن، گاهی به شراب رو میارن و مانند اونها، بخشش اینه. اما هرچه که باشد، چون این احکامی چه در زمینه مواد مخدر، چه در زمینه مشروبات الکلی، چه در زمینه سرکوب اعتراضات، حتی اگر به فرض اثر بذاره بر این که حاکمیت به شکل سخت افزاری بتونه چند صباح دیگه ای حاکم باشه، کاملا اثر معکوس میذاره بر دینداری افراد. منظورم نیست که لزوما افراد بیدین میشن، منظورم این نیست، آمارها و نظرسنجی ها این رو نشون نمیده، اما این رو آمارها و نظرسنجی ها نشون میده که بیش از پیش و روزافزون افراد دارن از مدل انقلابی جمعی حاکمیتی دینداری
فاصله میگیرن و به البته بخشی هم کاملا دیگه به خروج از دینداری روی آوردن، اما بخش بیشتر مردم آمارها و نظرسنجی‌ها نشون میده که به صورت‌های فردگرایانه دینداری رو میارن. فرد ممکنه شراب بنوشه اما ممکن ماه رمضان روزه بگیره، فرد ممکنه نماز نخونه ولی ممکن اربعین بره. این صورت‌های در واقع فردگرایانه و گزینشگرایانه دینداری عملاً بسیار رو به گسترشه و یکی از عللش و انگیزه‌هاش همینه که در واقع اون مدل قالبی جمعی عرض کنم که تعبدخواه انقلابی سیاسی از دین روز به روز داره جذابیت خودش از دست میده. آقای غازیان، در حال حاضر تنها 20 کشور در جهان حکم اعدام صادر و اجرا میکنن، یکیش ایرانه. جامعه‌ای که حاکمانش درش حکم اعدام میدن در علیه شهروندانش چه جامعه‌ایه؟ چه ویژگی‌هایی پیدا میکنه؟ اگر این کشورها رو با هم مقایسه کنید میبینید که کشورهای بسیار متفاوتی هن. یعنی سنن تاریخی و حقوقی متفاوتی داشتن. مثلا فرض بکنید در برخی از ایالات آمریکا هنوز حکم اعدام جاری و ساری است، در ایران هم جاری و ساری است، ولی آیا این دوتا کشور رو میشه در یک مقوله و به یک شیوه تحلیل کرد؟ به نظرم متفاوته و نوع حاکمیت هم متفاوته. مثلا در آمریکا خب ایالت ها ممکنه تصمیماتی در این سطح بگیرن، در حالی که در ایران یک حاکمیت مرکزی چنین تصمیمی رو گرفته. مسئله مهمتر در اینجا اینه که آیا ما واقعا با قانونی روبرو هستیم که اعدام رو داره تجویز میکنه، یا با یک سری مقرراتی که از طرف یک گروه نخبه حاکم در واقع تحمیل شده به جامعه. این مهمترین بخش موضوعه، چون که قانون معمولا تصور میشه اون چیزیست که یک مجمع قانونگذاری اون رو تصویب میکنه و بعد قرار اجرا بشه و دولت میشه ضامن اجرای اون. اما قانون چیزی بیش از اینه. قانون برای اینکه به معنی دقیق کلمه قانون باشه و بتونه اجرا بشه در یک جامعه، باید برآیند خواسته ها و ارزش های کل یک جامعه باشه با همه تنوعاتی که در یک جامعه وجود داره. در کشور ما قانون چنین ویژگی رو نداره. همین قانون مجازات اسلامی رو در نظر بگیرید، قانون مدنی و بسیار از قوانین رو اگر در نظر بگیرید، برآیند خواسته های مردم نیست، برآیند اون ارزش هایی که مردم دارن باش زندگی میکنن نیست، برآیند ارزش هایی که 1400 سال پیش در یک جامعه دیگه بوده و در طول زمان یه تطوراتی پیدا کرده و ریخته شده به قالب قانون. یعنی این تصور که احکام اسلامی قانون هستن، جای قانون به مفهوم مدرن کلمه رو که عبارت باشه از توافق گروه های اجتماعی بر سر اون چیزهایی که انقدر اهمیت دارن که باید براش مجازات در نظر گرفت رو گرفته و به این ترتیب اصلا مفهوم قانون در اینجا عوض شده و من جمله مفهوم اعدام کردن و دلایل اعدام کردن. برای همین اینجا عملا نگاه بکنید ببینید که قانون شکل مناسکی پیدا کرده. یعنی ما قانون رو مثلا مثل همین شرب خمر و حد سبار و فلان و اینا رو طرف، یعنی مجموعه این مسیری که در قوه قضاییه ما هست اینا رو اجرا میکنه مثل یک مناسک که انگار باید اجراش کرد بدون اینکه ما به عواقبش، بدون اینکه به علتهاش، بدون اینکه به پیامدهاش و مفید بودنش کاری داشته باشیم. خود اون عمل انگار اهمیت داره، همونطور که در مناسک به اصطلاح اهمیت ممکنه داشته باشه، خود عمل صرف نظر از پیامدهاش برای شخص. اینجا هم جنبه قانون و اجرای قانون جنبه در واقع مناسکی گرفته، بدون اینکه اصلا ببینیم که خب این چه فایده ای داشته، آیا ما این کارو نمی کردیم برای اینکه فایده ای داشته باشه. ظاهرا این دم و دستگاه کلا از این نوع ارزیابی ها بیرون اومده و فقط اون چیزی رو که در یک متن در یک جایی در یک موقع دیگری نوشته شده اجرا میکنه و اسمش رو میذاره پیروی از قوانین اسلامی. ولی اون قوانین اسلامی در واقع احکام اسلامی هستن که ربطی به قانون به مفهوم مدرن کلمه که جامعه های امروزی دارن باش زندگی میکنن ندارن. اعدام هم مشمول همین موضوعه و هیچ نوع توافق اجتماعی در جامعه ما در موردش وجود نداره و نمیدونیم که آیا همه مردم یا اکثریت مردم با این موافق هستن نیستن، صرف نظر از اینکه حالا این رو به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر خارج از توافق اجتماعی بدونیم یا نه.
آقای میردامادی اشاره کردن آقای قاضیان که قانون در ایران شکل مناسکی پیدا کرده و بسیار معتقدند که این شکل مناسکی مشخصا در مشهد بسیار شدیدتر از بقیه نقاط کشوره. علت چی میتونه باشه؟ به نوعی از لحاظ حقوقی به نظر میاد که مشهد خود مختار عمل میکنه و بسیاری از رویکردها افراطی تر از دیگر استانها و شهرهای کشوره. چه اتفاقی داره در مشهد میفته که حکم اعدام برای شرب خمر صادر میشه؟ البته فقط مشهد نیست، تا حدودی قم هم همینطوره. مثلا میدونیم که برخی فیلم ها در قم اکران نمیشه، در شهرهای دیگه میشه، ولی خب در مشهد بروز و نموده چنین حالت شپ خودمختاری بیشتره. منتها این چند سال اخیر تشدید شده، یعنی از موقعی که آقای علم الهدا امام جمعه شد این مسئله تشدید شده و به نظر میرسه که در ساحت خرد یک گروهی و یک تیمی که با امام جمعه مرتبطن بر سر کار آمدن در چند سال اخیر و به خاطر همین احکام خیلی شداد و قلازی صادر میکنن و در واقع از اجرای قانون که جنبه پیشگیرانه داره به عنوان ارعاب دارن استفاده میکنن و همطوری جلوگیری از کنسرت که شخص امام جمعه پشتش بود، ولی میدونیم که امام جمعه قدرت اجرایی نداره، ولی به در واقع تحریک او یا به تشویق او قوه قضایی حتی جلوی اجرای کنسرت هایی رو که مجوز قانونی داشت میگیره. بر اساس به نظر من بخشی از این افراطی که در اجرای قانون یا این در واقع هرسی که بر اجرای قوانینی که قاعدتا نباید اجرا بشن وجود داره، بخشش برمیگرده به فضایی که به نظر من امام جمعه مشهد اجرا کرده و قبلا دست کم در این حد شدید نبود. مثلا ما در مشهد امام جمعه داشتیم به نام مرحوم آقای عبادی، آدم بسیار میانه روی بود در زمان او، مطلقا شاهد چنین صحنه هایی به این صورت نبوده و این اساس بخشی از اون رو من فردی تحلیل میکنم، یعنی استان با استان کاملا بستگی به این داره که امام جمعه کیه، نماینده ولی فقیه چیه، چه شبکه‌ای میسازه، چقدر اعمال نفوذ میکنه و بخشش رو باید حتما اینطوری تحلیل کرد. آقای قاضیان، عده معتقدند که بعضن مدیران ایران و مسئولان ایران با انتشار خبرهایی از جمله خبرهای اعدام که امروز شنیدیم تلاش دارند در مدیریت افکار عمومی، فرضاً در شرایطی که بسیاری از افکار عمومی عصبانیه و شرایط بحرانیه به دلیل اینکه قیمت دلار به بالای 23 هزار تومان رسیده، در کنارش چنین خبرهایی منتشر میشه برای انحراف افکار عمومی از بحرانهایی که در جریانه. چقدر شما میپذیرید این تحلیل رو و چقدر موفق چنین سیاستی اگر که واقعا سیاست مقام های ایران باشه؟ من بعید میدونم واقعا یک سیاست واحدی پشت این موضوعات باشه. در موارد بسیار متعددی میبینیم که ناهماهنگی در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی انقدر هست که نشد باور کرد که یک قدرت مرکزی، یک تصمیم گیری مرکزی داره همه اینا رو هماهنگ میکنه، جنبه های مختلفش رو میسنجه و بعد اون وقت اقدام به چنین کاری میکنه، به ویژه در زمینه مدیریت افکار عمومی که یکی از بزرگترین نقاط ضعف در واقع جمهوری اسلامی هست به نظر من. یعنی نه تنها نتونسته مخالفان خودش رو قانع کنه، بلکه حتی موافقان خودش رو هم گاهی اوقات غافلگیر میکنه و اونا رو در موقعیت هایی میذاره که آچمز میشن و نمیدونن که باید چی کار کنن. مثلا شما نگاه بکنید در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی چه اتفاقی افتاد برای هواداران نظام سیاسی، اونا واقعا مونده بودن که باید چی کار بکنن و خیلی از این موارد اتفاق میفته. همین الان در مورد همین شرب خمر، خب واقعا خیلی از افرادی که الان پایه های حمایت از حکومت رو تشکیل میدن موندن که باید در برابر چنین چیزایی چی کار بکنن، چون میدونید که غلظت شرعی و فقهی این گروه های جدیدتر هوادار حکومت انقدر نیست که در اوایل انقلاب بوده و این گروه ها بیشتر از جهت سیاسی و اون رابطه کلاینتالیستی که با این نظام سیاسی دارن، یعنی حمایت میکنند و وفاداری میفروشند، از این طریقه که به اونجا پیوند خوردن، نه لزوما جنبه های شرعی. و وقتی همچین احکامی رخ میده، یه نفر که توی زندانه و شاید خیلی هم
بروز بیرونی نداره، برای بار سوم که شراب خورده اعدامش میکنن و بعد میبینن که آدمایی که مشهور هستن مثلا به فسادهای میلیونی و میلیاردی و عجیب و غریب، رئیس مجلس میشن، مقامات بیش از اندازه بزرگ رو در اختیار دارن، اتفاقی براشون نمیفته، رهبر ازشون حمایت میکنه، اونا رو از مجموعه این فرآیندهای قضایی کنار میذارن. خب اینا دوچار مشکل میشن که چی کار باید کرد با این وضعیت. بنابراین حتی برای اونا هم به نظر من چاره سازی است. به همین دلیل که میگم پس یک اراده مرکزی که اندیشیده شده باشه و بدون چی کار باید کرد، برای هر بخشی چه برنامه‌ای داشته باشه، کی اعلام بشه، چطور بشه، نیست. و میبینید که برخی از این مواردی که به این شیوه عمل میشه اتفاقا بازخورد منفی داره، حتی در مورد کسانی که همونطوری گفتم گروه نزدیک به حکومت هستن، گروهی هستن که پایه های بسیجگری حکومت روی دوش اونها سواره. بنابراین فکر می‌کنم بیشتر از این بابت نمونه هایی هم که آقای میردامادی اشاره کردن گواهی مطلب است که ممکنه در بخش‌های مختلف اساساً تصمیمات به شیوه متفاوتی در سطح محلی گرفته باشه که با شیوه حاکمیت مرکزی متفاوت باشه. متشکرم از هر دوی شما عزیزان، حسین قاضیان جامعه شناس و از واشنگتن و یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه از منچستر. اما برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. این برنامه رو میتونید در یوتیوب بی بی سی فارسی دوباره تماشا بکنید. شب و روزتون خوش.